قانونگذاران ایالات متحده لایهی دو حزبی را در کنگره, کنگره ارائه کردند که به اویغورهایی که از آزار و اذیت در چین می‌گریزند وضعیت پناهندگی اولویت اعطا می‌کند. اویغورها و سایر گروه‌های قومی تحت آزار و اذیت دولت چین را به عنوان اولویت دو یا پی دو تعیین می‌کند و توانایی آنها را برای درخواست پناهندگی در ایالات متحده تسریع می‌کند. یک نماینده حزب دموکراتیک آمریکا دموکرات آمریکا گفته جنایات وحشتناکی که اویغورها و سایر اقلیت‌های قومی به دست دولت چین با آن روبرو هستند یک وضعیت استراری جهانی حقوق بشر است و ایالات متحده نمی‌تواند به کسانی که از این آزار و شکنجه فرار می‌کنند پشت کنند نام پیدو برای اوئیغورهایی که به دلیل ابراز عقاید سیاسی و اعتقادات مذهبی باشه یا شرکت در فعالیت‌های سیاسی، مذهبی و فرهنگی توسط چین تحت ستم قرار می‌گیرند کسانی که این نام را دریافت می‌کنند کمک‌های بشردوستانه ویژه‌ای دریافت خواهند کرد و در مورد اسکان مجدد و روند پناهندگی ایالات متحده کمک دریافت خواهند کرد این اقدام در زمانی صورت میگیرد که گروه‌های مدافع حقوق اویغور از جامعه بین خواستند تا علیه چین به دلیل ارتکاب نقض شدید حقوق علیه گروه عمدتا مسلمان در منطقه خودمختار سینکیانگ اقدام مشخصی انجام دهند.